پیروزه وحشت رژیم در تله اتمی و تکذیب های سراسیمه به دستور خامنه ای در پی افشای سایت مخفی حکومت آخوندی در کنفرانس مقاومت ایران در پاریس ولی فقیه ارتجا به دنبال افشای مرکز مخفی اتمی رژیم از سوی مقاومت ایران ضمن زوز سردادن در رسانه های حکومتی وزیر دفاع رژیم را سراسیمه روانه محل افشا شده در صنایع نظامی اصفهان کرد تا ضمن تعطیبات ضروری برای اختفای بیشتر از همان محل به تکذیب حراسان موضوع بپردازد روز بعد نیز سخنگوی سازمان انرژی اتمی رژیم بار دیگر به تکذیب موضوع مبادرت کرد این تکذیب های شتاب زده در انظار جهانی قبل از هر چیز حاکی از وحشت رژیم از افشاگری مقاومت ایران ارزیابی شده و اغلب بر این نکته انگشت میگذارند که اگر ملایان راست میگویند چرا اینقدر از بازرسی های آژانس وحشت دارند چرا درها را برای بازدید بی قید و شرط از مراکز افشا شده باز نمی کنند و چرا پروتکل الحاقی را مرز سرخ نظام کردند درباره اظهارات وزیر دفاع رژیم از محل صنایع نظامی اصفهان خبرگزاری رسمی حکومت آخوندی روز 27 آبان 92 گزارش داد سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادعاهای واهی گروهک مجاهدین مبنی بر فعالیت هسته نظامی در یکی از سازمانهای صنایع دفاعی را تکذیب کرد سردار دهقان که به منظور بازدید از صنایع دفاعی وزارت دفاع به استان اصفهان سفر کرده است در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص ادعاهای اخیر منافقین مبنی بر فعالیت هسته‌ای نظامی در یکی از صنایع دفاعی این استان این مطلب را بیان کرد وی گفت در آستانه مذاکرات ژنو مجاهدین برای تخریب روند مذاکرات پنج به علاوه یک با جمهوری اسلامی و گمراه کردن افکار عمومی جهان مجددا فعال شدند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد بی تردید این ترفند جدید و ادعای کسب که آخرین آن نیز نخواهد بود همچون سایر ترفندها و نقشه های شوم خونسا خواهد شد. خبرگزاری رسمی رژیم روز 28 آبان 92 نیز نوشت سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز سهشنبه در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت بر اساس خبر اعلام شده از سوی بنگاه های سخنپراکنی بین گروهک مجاهدین در امتداد ادعاهای مکرر و بیمبنای خود درباره فعالیت‌های فعالیت های نظام مطالب بیپایهی مبنی بر وجود تأسیسات مخفی اتمی مطرح کرده است که به شدت تکذیب می شود وی تأکید کرد که هدف از این گونه شایع پراکنی ها تخریب فضای مثبت جاری در مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک است یکی از سرکردگان مجاهدین در گفتگو با خبرنگاران در خارج از کشور ادعا کرد که نظام در حال ساخت یک مرکز هسته‌ای زیرزمینی است وی با بیان اینکه اطلاعات خود را در این مورد از منابعی در داخل ایران کسب کرده است مدعی شد این محل جدید تحت حفاظت شدید امنیتی در استان اصفهان است